سلام عزیزه دل، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خیلی خوش اومدید به کانال من. اومدیم با کنسرت سیاوش قمیشی توی استانبول، توی ترکیه، همین چند روز پیش، یکی دو شب پیش، و میخواییم که لایوش رو با هم دیگه ببینیم، بشنویم، بررسی کنیم، ببینیم که آیا لایو هست، آیا لایو نیست. با توجه به ویدیویی که از کنسرت شادمر با هم دیگه دیدیم، اگر هنوز ندیدید لینکش رو این بالا میذارم و برید و ببینید. نظرتون اونجا هم حتما برای من کامنت بکنید. میخوایم بریم آهنگ عادت رو با هم دیگه بشنویم. ویدیو شما توی یوتیوب پیدا کردم و نسبتا کیفیت خوبی هم داره، میشه تشخیص داد که لایو هست یا نیست. البته من ندیدم کامل، فقط یه ذره جلو عقب کردم ببینم صدا در چه سطحیه، کوالیتی خوب داره یا نه، که با هم دیگه اون رو بریم و ببینیم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو کنسرت و آهنگ، خوشحال میشم اگر که کانال رو بررسی کردید، ویدیوها رو دیدید، خوشتون اومده، سابسکرایب رو بزنید. دمتون گرم. اینستای من رو هم اگر دوست داشتید همینطور فالو بکنید، برای دوستانتون بفرستید. بریم سراغ ویدیو. جیغ و دادای ملت هم باید تحمل بکنید دیگه. صد در صد لایوه، یعنی اصلا شک نکنید که لایوه. چه جیغی زدی؟ خب دو سه روز غیدام نشه تا ببین لرزش صدا، کمبود تنفس و به خاطر خب حالا سن و اینا هست و احتمالاً هم آهنگی بود که ورود به استیجش بود، چون نبود رو استیج و چیزی که از ریاکتی که از تماشاچی مگه داداش استادیوم مگه مخاطبین شنونده حالا هر چیزی که اسمشو میشه گذاشت، نمیدونم چی میگم واقعا به کسی که رفته کنسرت، هوادار، طرفدار، ریاکتی که داشتن احساس کردم که آهنگی که تازه اومده رو استیج، به خاطر همین اینا همش تأثیر میذاره رو اجرا. شما کلمه بمیرم رو گوش بدید. لایو اینجوری میشه، یعنی باید بفهمی لایوه. استایل آیه قمیشی رو استیج شاهکاره، با نمکه، دوست داشتنی، آدم به دلش میشینه. این حرکات، این اتفاقایی که روی استیج داره خیلی باحال. ببین با ملودی اصلی فرق داشت اینجا آهنگ. بذارم برای فردا، این اصلیشه، در حالی که اینجا چی گفت؟ بذارم برای یه فردا. من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دل. آخ چقدر گوشه رو خوشگل گفت. وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه.
به به واقعا به به واقعا به به بریم دوباره این تیکر رو ببینیم. خیلی خوشگل اجرا شد، خیلی خوشگل اجرا شد. حواست به من نباشه دوزکی تو را ببینم، بفرد داشته این امیدی از خدا بگیرم. داداش رو چی زوم کردی؟ اسنیرای تام تامای درامو داره نشون میده. خیلی زیبا. ببین صدا کنسرت داره میده میکروفون، صدای اون په زدن ها دیستورت شدن گاهی میشه آدم بفهمه واقعا لایو و یا پلی بک نیست. خدایی خیلی راحت تشخیصش. البته که سیکوئنس هم داره خب این کار، و من اصلا منکرش نیستم. توی یه سری از صداهای سازها، خب مثلا این ارکستر زهی که داشتیم میشنیدیم، خب سیکوئنس بود. سیکوئنس چیه؟ سیکوئنس صداهای همون صدایی که توی از آهنگ اصلی استفاده شده، همون اونجا داره پلی میشه توسط کیبوردیست گروه. معمولا دو تا کیبوردیست داریم، یکی سیکوئنسره یکی کیبورد نوازه. یعنی مثلا اگر پیانو نیست رو استیج با کیبورد زده میشه، اون کسی که سیکوئنسره این صداهای اصلی رو که مثلا ارکستر زهی هست که دیگه 10 نفر نوازنده نیاوردن، اونو مثلا اونجا پلی میکنه، یا صداهای الکترونیکی که استفاده شده توی کار اونا رو اونجا پلی میکنن که لپتاپی جلوشه، یک کیبورد میدی کیبوردی مثلا جلوش هست. اینجوریه داستان. بسیار خوب، آهنگ عادت و لایوش رو از کنسرت ترکیه با هم دیگه دیدیم و شنیدیم. خیلی زیبا بود با حالا نواقصی که توی اجرا بود، ولی به دل میشینه چون لایوه، چون اجرای زنده است، چون حس خوب داره. به دل من که خیلی زیاد نشست، امیدوارم به دل شما هم نشسته باشه و دوستان دیگه هم یاد بگیرن لایو اجرا بکنن. دمتون گرم. اگر از ویدیو خوشتون اومد کانال رو یه نگاه بکنید، ویدیوهای دیگر هم ببینید، بعد سابسکرایب رو بزنید. دمتون گرم. اینستاگرام من رو هم اگر دوست داشتید فالو کنید، بر دوستاتون بفرستید. این دوتا ویدیویی هم که الان براتون اومده اونا رو هم میتونید ببینید، اونجا هم نظر بنویسید، کامنت بنویسید و لایک هم فراموش نشه. خیلی زیاد دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.